این که میگه حالا ببین الان تو مربی‌ها اینجوریه که مربی صرف اینکه بیاد تو لیگ دیگه بیرون نمیره، یعنی دیگه میچرخه بین تیم. خب بازیکنم اینجوری بشه که جالب نیست، مثل وزرای کشور خودمون میمونه دیگه، یه جا خراب میشه میزنن یه جا دیگه، مربی هم همینجوری یه جا خراب میکنه میزنن یه جا دیگه، انقدر میزنن تا تو یه جا نتیجه بده، همون نتیجه میشه رزومه مربی، همون نتیجه میشه رزومه وزیرای کشور ما. یه جا خراب میکنن از اینجا برو اونجا، اونجا برو اینجا. متاسفانه توی لیگ هم همین جوریه دیگه، مربی همین راست نظر بده. آیسا اگه چیزی شده بگید با هم بدونید. بگو با هم بریم ببین. شما قصد مربیگری هم دارین؟ ببینید من یه چیز بهتون بگم، یه موضوع خیلی مهم خنده‌داری که توی مملکت ما هست، حالا برنامه‌تون یه برنامه کاملا شخصیه. بزنده. ساخت بزنده. ساختار مدیریت پایه و اساس ساختار مدیریت، چه ورزشی چه اقتصادی چه مدی، اصلا هر رشته‌ای که بگیم ما ایراد داریم، چند سال هم از ایراد داریم. من خیلی دادشو زدم، یعنی شما از چرخه مدیریت بازرگانمون بگیر ایراد داریم، مدیریت دولتیمون بگیر ایراد دارید، وزرامون بگیر ایراد داره، حالا تک و توکشون شاید خوبم باشه، ورزش خودمون بعد هر ارگانی که بگیم ما ایراد داریم. ایراد کجاست؟ ببینید ما تو استقلال یه نمونهش رو به شما بگم، به استقلال ما مدیر داشتیم از بدهی گذشته بدترش رو بدهی بار بالا آورده، هیچ کار اقتصادی تو باشگاه نکرده، ضرر مالی بسیار زیادی هم وارد کرده، بازیکن‌های بسیار زیادی هم فروخته، آورده هم نداشته، از باشگاه استقلال کنار گذاشته شده توسط وزارت ورزش، همون وزارت ورزش اینو گذاشته، از وزارتش ورزش گذاشتنش کنار رفته یه سمت بهتر مدیریتی. خب این چرخه چیه؟ میشه چرخه مربیای فوتبال ایران. با احترام به تمام مربیای فوتبال ایران که خیلی هاشون قابل احترام و دوستای صمیمی هستن، این چرخه، این دسته کیه؟ این چرخه میگه چرخه گردون میچرخوننش، این چرخه دسته کیه من نمیدونم، حتی من میدونم دسته کیه، حالا خیلی هاشون خیلی جوام صحبت کردم، میدون خیابون صاحب میدون سعادت آباد هست، میدون شیخ بهایی هست، خیلی دوستانی هستن که دارن تو فوتبال ایران، دو سه نفرن بیشتر حالا نمیخوام اسم ببرم، خوشم میاد فهمیدن خیلی راحت چون با رفیق بازی شده الان همین مدیریت وزارت خونمون هم به رفیق بازیه. چند سال اخیر چند بار جابجا شده توی خود تیم استقلال مدیریت، یعنی نه کسی اومده که یه صحبتی داشته باشه یه حرکت مدیر نیومده، یه آقایون گذاشتن رو برداشتن. مدیر کدومش مدیر بودن؟ یکیشون رو من بگم مدیریت بلد بودن، کار مدیریت قبل از اون کرده بودن، البته به غیر از این آقایی که فکر کنم فاملیش از منم شکایت کردن، ایشون مدیر بودن، مدیر استقلال بود، از منم شکایت نکرد، من بگم نه استقلال خیلی جالب بود، از من شکایت کرد، آقای مال شرکت بیمه بود، کارم خوبی هم تو بیمه داشتن، اومدن تو استرا دو سال پیش. خب حالا یا اسمش فاملیش یادم نیست، شخصیت خیلی محترمی هم بودن. چرا شکار کردن از شما؟ تو لوگوی استقلال لوگوی تاج گذاشتم تو اینستاگرام، از اینکه لوگوی تاج گذاشتن گفتن این نه واقعا بحث مدیریت بسته به فرض جنب بسته به چیزی که گذاشته بودن مال غربیاست و شاهنشاهی، این گفتم آقا تو یه چیزی حرف بزن که مزه دهنت باشه، تو داری با منی صحبت میکنی که 13-14 سال تو این تیم بازی کردم، بالای 5 تا قهرمانی دارم، من اجازه دارم درباره تیمم همه مدل صحبت بکنم، تو همچین اجازه ای رو نداری که درباره تیمی که نه سایز توه نه، ولی به هر حال مدیرشه، یعنی بود با اون چرخه معیوب یا هر چیزی مدیر بود. بوده یه چون پروندهش موقعی کنسل شد که از مدیریت اسپورت کنار گذاشتنش، این پرونده کلا کنسل شد، یعنی ما والا همچنان اون دادگاه میرفتیم میومدیم، یه خودتون میده دوستای پشت بردتون هم برو بیام خوب بود، ولی کلیات کار میگم که از برنامه‌تون از بحثتون عقب نباشین، بحث مدیریت ساختار مدیریت و مدیریت پروریمون افتضاحه. آقای مددی بودن؟ آقای مددی آره. خودم چنیدم گفتم. آره. گوشت استقلال نیست تو این مورد. نه دیگه همه‌شون این موضوع این موضوع نه این موضوع اتفاقا تنها باشگاه استقلال پرسپولیس اشتباه نکنید. تو فوتبال ایران کاری که دولتی باشه توش ایراد زیاده. با تمام احترام سال‌هاست هم بعد از این اتفاق شاید با شما بیفته، حالا بازم دادگاهی بشیم از همین برنامه‌تون، ولی تو امور دولتی ها همچه اتفاقی میفته، چون پول توش هست، چون پول توش هست، حسابرسی توش خیلی جاهاشه، با احترام با همه شون باز ببخش، خیلی جاهاشون شاید باشه.